سلام و درود به دوستان فارسی نتیمون خیلی ممنون که امروز هم همراه ما هستین در ابتدا میخوام به دوستانی که تازه به ما ملحق شدن بگم که خواهشم ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگوله که کنار سابسکرایب رو هم بزنید در این ویدیو میخوام بهتون 8 مواد غذایی برتر جهان رو بگم غذاهایی که هر روز در وعده های غذایی مختلف برای رفع گرسنگی و تامین انرژی استفاده میکنید به بیشگیری از بیماری ها مانند سرطان ها و همچنین بیماری های قلبی و عروقی کمک میکنند این هشت خوراکی بهترین مواد غذایی دنیا هستند آووکادو با وجود اینکه آواکادو سرشار از چربی است اما با این حال این ماده غذایی خوشمزه می میزان کلسترول خون را کاهش دهد اگر به جای 5 درصد از اسیدهای چرب اشباه شده از چربی های اشباه نشده مون استفاده بکنیم به راحتی می خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را به یک سوم کاهش دهیم آواکادو سرشار از بتا سیتوسترول هست که مانع از جذب کلسترول موجود در مواد غذایی می شود. این ماده غذایی همچنین حاوی میزان قابل توجهی گلوتاتیون است که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی محسوب می شود. حبوبات حبوبات محافظ سلامت قلب هستند. این مواد غذایی مفید سرشار از فیبرهای محلول در آب هستند که کلسترول را جذب کرده و به بدن کمک کنند قبل از اینکه کلسترول به جداره رگ‌ها بچسبد آن را دفع کند. حبوبات میزان کلسترول را به میزان 10 تا 15 درصد کاهش میدهند فیبرها و پروتئین های موجود در این حبوبات باعث کنترل قند خون می شود. از این گذشته معنی موجود در آنها معاوض رگ ها هستند. یعنی اینکه باعث می شود خون به خوبی در رگ های جریان داشته باشد و فشار خون در حالت نرمال تنظیم شود. در نهایت این مواد غذایی جز بهترین آنتی اکسیدان ها هستند. بلوبری این میوه در ایران کمتر به چشم میخورد بلوبری سرشار از آنتوسیانین ها هستند و رنگ و قدرت آنتی آن نیز مدیون همین ترکیبات میباشد آنتوسیانین ها با بیماری های قلبی، سرطان، نابینایی و مشکلات مربوط به حافظه در دوره سالمندی مقابله میکنند از این گذشته این میوه ریز مانند زغالخته حاوی آنتی به نام اپیکاچین است که نمیگذارد باکتری ها به جادرهای مسانه بچسبند و به این ترکیب از ابتلا به عفونت مسانه نیز پیشگیری به عمل می آورد. میزان زیاد فیرب های موجود در این میوه یوبوست را رفت می کند. شکلات سیاه شکلات سیاه منبع فوقالعاده ای از ها می باشد. ندیجه پژوهش های متعدد نشان می که این آتی اکسیدان ها فشار خون را تنظیم و از تشکیل لخته های خونی پیشگیری می کند. همچنین باعث تسکین التهاب می شود و اکسید شدن کلسترول بد را به تاخیر می اندازد. کافیست روزانه 45 گرم شکلات سیاه میل کنید تا خطر سکته قلبی به میزان 10 درصد کاهش یابد. در نهایت جالب است بدانید که همین شکلات سیاه شدت حالت مقاومت به انسولین را کاهش می دهد. ماهی آزاد چربی موجود در ماهی آزاد برای سلامت رکا بی است. کافیز در هفته دو مرتبه از این ماهی ها میل کنید تا خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروغی را به میزان 17 درصد و خطر حمله قلبی را 27 درصد کاهش دهید. نتایج یک پژوهش در سوئد که روی 6000 مرد به مدت 30 سال انجام شده نشان میدهد افرادی که به میزان مناسبی ماهیای چرب میخورند خطر ابتدا به سرطان پروستات را یک سوم کاهش میدهند نتایج پژوهش های دیگر نیز حاکی از این است که افرادی که میزان امگا 3 موجود در خونشان بالاست 50 درصد کمتر از بقیه از افسردگی خفیف یا متوسط رنج میبرند اسفناج اسفناجها ها سرشار از ویتامین کا هستند. ویتامین کا موجود در اسفناج از تراکم استخوانها محافظت کرده و مانع از شکستگی آنها می شود. این سبزی خوشمزه منبع مناسبی از پتاسیم، منیزیم و فولاد محسوب می شود که فشار خون را تنظیم می کند و به همین دلیل خطر سکته مغزی را به حداقل می رساند. علاوه بر این به نظر می رسد فولات موجود در آن نیز خطر ابتلا به سرطان ریه را در زنان کاهش می دهد. ماست ماست سفیدی که در صفره ها به چشم می خورد حاوی پروبیوتیک ها هستند. این میکرو ها جلوی انتشار باکتری های مخرب روده را می گیرند. پروبیوتیک ها آنتیبیوتیک های طبیعی تولید می کنند که قدرت ایمنی بدن را بالا می برن. باید بدانید مصرف مرتب ماست در تسکین و درمان بیماری های التابی روده عفونت مجاری ادرار و عفونت واژینال به قارچا موثر عمل می کند. همچنین باید بدانید که ماست به دلیل سرشار بودن از کلسیوم برای استخوان ها مفید است و می تواند هم لاغریتان باشد. روغن زیتون در میان روغن ها سلامتی روغن زیتون بالاست و روغن زیتون نیازهای شما را نیز برطرف می کند. این روغن خواص فوق زیادی دارد از قبیل کاهش کلسترول بد و افزایش میزان کلسترول مفید خون. دلیلش به خاطر سرشار بودن از چربی های اشباع نشده مونا است. این روغن مفید همچنین سرشار از آنتی اکسیدان های به نام فنون ها می باشد که از جداره رگ در برابر انباشته شدن کلسترول محافظت می کند. روغن زیتون مانند یک ماده زلد عمل می کند و تاثیر مفیدی روی قلب و باقی اعضای بدن می گذارد. باید بدانید که التهابای موجود در بدن نه تنها باعث بروز بیماری های قلبی می شود بلکه منشه بیماری های دیگری مانند دیابت نوع دو، آلزایمر و سرطان نیز می باشد. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. لطفا با نظرها و کامنتاتون به ما انرژی بدین. شب و روزتون خوش.